سرخط خبرها. هشدار تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی با کمیسیون مستقل انتخابات. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی با کمیسیون مستقل انتخابات 3 روز مهلت داده است تا 300 هزار رای تقلبی را باطل اعلام کند. تقلب جلوگیری کنیم و تقلب کار را باید نگذاریم که با تقلب بر قدرت تکیه. رد گزارش آزار و اذیت جنسی کودکان دانش آموز. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که بر اساس یافته های این نهاد گزارش آزار و اذیت جنسی کودکان دانش آموز نادرست بوده است. درست بود، تکمیل نبود، فاینل نبود، ما براسانه ها مصاحبه کردیم و این یک اشتباه. و انتقاد تند اعضای مشن جرگه از خشونت پلیس ویژه وزارت امور داخله علیه معترضان انتخاباتی در ولایت بغلان. واقعا این عمله به حد وحشیانه و شدید بود که ما در فلسطین هم از طرف قوای اسرائیل تو یک حمله را ندیدم. با تقدیم سلام و وقتتان بخیر به وسیله خبرین ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 5 ماه قوس سال 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 26 نوامبر سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. تیم انتخاباتی ثبات و همگرای هشدار می‌دهد که اگر تا 3 روز آینده که میسون انتخابات آرای تقلبی را باطل اعلام نکند، این تیم اقدامات بازدارنده را در برابر تقلب روی دست خواهد گرفت. شماره از اعضای برجسته دسته انتخاباتی ثبات و همگرای و رهبری دکتر عبدالله عبدالله در گرد همایی هواداران این تیم که میسون انتخابات را برای اندازی اعتراضات گسترده مردمی تهدید کرد. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید باید 3 دسته از آرای انتخابات ریاست جمهوری که بیش از 300 هزار رای را شامل شده و نیز از سوی شرکت در ملوک با به اعتبار اعلام شده بود را باطل اعلام کند. بر اساس گفته های اعضای تیم ثبات و همگرایی اگر آرای تقلبی یا شده باطل اعلام نشود، تیم ثبات و همگرایی بیش از 50% آرای انتخابات را از آن خود خواهد کرد. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی با رهبری دکتر عبدالله عبدالله میگوید که گفتگوهای این تیم با کمیسیون مستقل انتخابات به نتیجه نرسیده و توضیحات این کمیسیون ناامید کننده بوده است. معاونین تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در یک گرد همایی در حمایت از معترضان در کابل می افزایند که خواست های دسته های انتخاباتی معترض مبنی بر ابطال 3 دسته از آرای تقلبی تا اکنون پذیرفته نشده است. معاونین این تیم می افزایند که کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل تحت فشار بودن دسته انتخاباتی دولت ساز تا اکنون نتوانسته رای های تقلبی را باطل کند. آنان همچنان تأکید می ورزند در صورت باطل شدن این آرای تقلبی رای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بالاتر از 50% خواهد بود. اعضای این تیم به کمیسیون مستقل انتخابات تا روز شنبه هفته آینده مهلت دادند تا آرای تقلبی را باطل کند. در غیر آن صورت تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی فصل تازه از اقدامات خود که شامل راه اندازی تظاهرات و اعتراضات مدنی می شود را آغاز خواهد کرد. اگر تا روز شنبه کمیسیون آرای تقلبی را ابطال نکرد و اعلان نکرد، فصل جدیدی از حرکت های بازدارنده را آغاز خواهیم کرد. در این را قربانی های بیشماری دادیم و از بهتر
از بهتر مردم ما را امتحان نکنه. ما از امتحان برآمده ملت هستیم. دسته های انتخاباتی معترض به ویژه ثبات و همگرایی در هفت ولایت به شمول پنجشیر، بدخشان، تخار، سرپل، جوزجان، فاریاب و بغلان دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در اعتراض به تفتیش و بازشماری آرا پیش از تصفیه آرای تقلبی از آرای سالم بستند. اعضای تیم ثبات و همگرایی می گویند که این دفاتر توسط مردم بسته شده و آنها از این اقدام حمایت می کنند. از سوی هم بابر فرهمند نیروهای امنیتی را به بدرفتاری با معترضان از جمله در ولایت بغلان متهم می کند. مسئولان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی ویدیوی را نیز از این بدرفتاری همگانی کرده که در آن دیده می شود که نیروهای قطعات ویژه پلیس از گاز اشکاور و موترهای آب پاش برای متفرق کردن معترضان و گشایش دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در بغلان استفاده کردند. یک بخشی از نیروهای امنیتی در ولایت بغلان در مقابل اوید معترضینی که شامل محاسن سفیده است، شامل علمای دین است، شامل جوان است، یک اهانت بزرگی را انجام دادند. او مردم در مقابل دروازه کمیسیون انتخابات استاده است، در امی هوای سرد اطفایه را آوردن بالایشان او می پاشه و معترضین با نعره تکبیر الله اکبر در مقابلشان استادگی می کنند. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان از اعلام آمادگی وزارت دفاع برای مهار خشونت‌های احتمالی در جریان اعتراضات که قرار است روزهای آینده را اندازی شود انتقاد کردند. بابر فرهمند می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف قانون پای نیروهای اردو و پلیس را در امور انتخابات دخیل کرده و این اقدام باعث انشعاب این نیروها خواهد شد. اسدالله سعادتی معاون دوم تیم ثبات و همگرایی نیز از اظهارات اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی انتقاد کرده می افزاید که کار این وزارت تفنگ کشیدن در برابر مردم نیست. او تأکید کرد که سرپرست وزارت دفاع از موقف این وزارت حق ورود به بحث انتخابات را ندارد و باید نیروهای دفاعی و امنیتی را در دفاع از تمامیت ارضی و سرکوب ترورستان بسیج کند. وظیفه وزارت دفاع ملی نه استاد شدن با تفنگ در برابر مردم، بلکه دفاع از مرزهای کشور در برابر تجاوز خارجی است. تو حق نداری در دعواها و مشکلات و اختلاف نظرهای انتخاباتی ورود کنی و از موقعیت وزارت دفاع مردم را تهدید کنی. در نیروهای امنیتی اعضای فامیلی، هر فردی که دینی جهت اگر فامیلی نزدیکش نباشه دورش است، اینا را در مقابل مردمش استفاده نکنه. پیام ما به نیروهای امنیتی ای است که فساد، تقلب بعد از عملات تروریستی دشمن افغانستان است. اسدالله سعادتی معاون دوم تیم ثبات و همگرایی تأکید می‌ورزد که کمیسیون مستقل انتخابات از مسیر کارش منحرف شده و اگر دوباره به مسیر اصلی خود برنگردد مردم از نتایج کارش حمایت نخواهند کرد. آقای سعادتی همچنان گفت که هدف تیم ثبات و همگرایی از راه اندازی تظاهرات که در حال برنامه ریزی آن است روی کار آوردن حکومت وحدت ملی نیست، بلکه هدف این تظاهرات جلوگیری از رفتن یک تقلبکار به ارگ و رسیدن او به قدرت است. ما اگر اعتراض میکنیم برای یک مصالحه مجدد و مدل حکومت وحدت ملی تلاش میکنیم. نه، بحث مدل حکومت وحدت ملی منتفی است. بحث این است که ما از تقلب و تقلبکار باید از تقلب جلوگیری کنیم و تقلبکار را باید نگذاریم که با تقلب بر قدرت تکیه بزنیم.
انتخابات ریاست جمهوری کشور در ششم میزان برگزار شد و تاکنون نتیجه ابتدایی آن اعلام نشده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دو روز پیش گفت که پس از تکمیل روند تفتیش و بازشماری آرا در 7 ولایت نتیجه ابتدایی را همگانی خواهد کرد. هواداران و اعضای دسته انتخاباتی دولت ساز که از سوی سایر دسته های انتخاباتی به انجام تقلب سازمان یافته متهم است، با اعتراضات که باعث جلوگیری از شروع تفتیش و بازشماری آرا در 7 ولایت شده مخالفت کردند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید تحقیقی که از 2 تن از تهیه کنندگان گزارش آزار و اذیت جنسی کودکان دانش آموز در مکاتب لوگر انجام شده نشان میدهد که این گزارش به هدف درخواست پناهندگی تهیه شده است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید بر اساس گفته های رئیس جامعه مدنی لوگر میافزاید که یافته های این فرد در مورد بدرفتاری جنسی در مکاتب بدون مدرک ثبوت و شواهد بوده است. در ویدیوی که ریاست عمومی امنیت ملی ارجریان صحبت‌های فرد تحقیق کننده به نشر رسانیده، نیز این فعال مدنی می‌پذیرد که تحقیق وی در مورد بدرفتاری جنسی نادرست بوده است. 2 هفته پیش رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر ادعا کرد که یک تحقیق آنان نشان می‌دهد که ده‌ها کودک دانش آموز پسر در این ولایت مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. پس از آن سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه گفت که این 2 مدافعان حقوق بشر زمانی که برای دیدار با سفیر اتحادیه اروپا به کابل می‌رفتند، از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان به گونه خودسرانه بازداشت شدند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر نیز بازداشت این 2 فعال مدنی از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان را غیرقانونی خوانده و این اقدام را به شدت نگران کننده دانسته است. مسئولان این کمیسیون میگویند که بازداشت این 2 فعال مدنی از سوی ریاست عمومی امنیت ملی در تقابل آشکار با قوانین نافذه کشور و خلاف معیارهای پذیرفته شده حقوق بشری می باشد. آنان همچنان از مقامات مربوطه می خواهند که هر چه زودتر این 2 فعال مدنی را آزاد سازند. تن از همکاران ما از روز پنجشنبه به این طرف مفقود هستند. متاسفانه این وضعیت نشان می دهد که هیچ نوع مسئولیت فردی و آزادی های فردی در جامعه رعایت نمی شود. ما نگران محل بودباش اینا و همچنان محل به اصطلاح بازداشت اینا هستیم. اگر خدای نخواسته بازداشت شده باشند و خواستار از این هستیم که به صورت جدی و سریع سرنوشت این 2 همکار ما معلوم شود و اینا به خانواده هایشان بپیوندند. آزادی صدای آزادی بیان کس خفه کردن نمیتونه. اگر یک نفر به مشکل مواجه میشه میخوان اینا رو خفه بسازن، صفا مدافع حقوق بشر دیگه است که سرای خدا نده هر گونه مشکلاتی که حقوق بشری به میان بیاره میتونن بلند کنن. با این حال ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که پس از نشر گزارش ها تهدیدات جدی متوجه این 2 فعال مدنی بوده و به خاطر تامین امنیت این افراد آنان به مکان امن منتقل شدند. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که هدف از انتقال این 2 فعال مدنی به محل امن وضاحت خواهی به هدف پیگیری عدلی و قضایی در مورد قضایای سنگین جرمی بوده که در گزارش بازتاب یافته است. در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که نشر گزارش تحقیقی رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان در شماری از مکتب‌های این ولایت باعث برهم خوردن نظم عامه و مواجه شدن چندین تن به تهدیدات جدی امنیتی شده است. ریاست عمومی امنیت ملی همچنان گفته است که از جریان صحبت‌های این فعال مدنی واضح شده است که یافته‌های گزارش او بدون مدرک، ثبوت و شواهد بوده و به شکل غیرمسلکی به هدف ایجاد یک ماجرا برای درخواست پناهندگی در کشورهای خارجی انجام شده بود. تحقیق ما نادرست بود، تکمیل نبود، فاینل نبود. ما براسانه ها مصاحبه کردیم و این یک اشتباس ما از مردم خود، از دولت خود و از تمام مردمایی که این رسانه ها را دیدند و هر بزده شدند و به تشویش شدند از کلشان معذرت میخوایم. ما به دکتر صاحب در سال 2008 2009 2010 بود از طریق فیفا دوست شدیم. اون قرن برای زنگ زدم دکتر صاحب چی گفت؟ گفتید یک مسئله است، هیچ چی کردی؟ چرا مجرای قانونی حل نکردی مسئله؟ گفت والا حال خوش شد دیگه.
این در حال است که چند روز پیش روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده بود که شبکه در ولایت لوگر شناسایی شده که اعضایش در آزار و اذیت جنسی دست کم 546 پسر از 6 مکتب دست داشتند. رئیس جمهور غنی میگوید که نیروهای امنیتی کشور از حالت دفاعی به تعرضی تبدیل شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در سومین روز کنفرانس ملی زنان نظامی از مسئولین نهادهای امنیتی نیز میخواهد که فضای مناسب را برای بانوان در این نهادها تقویت بخشند. از سوی هم وی با اشاره بر نشر گزارش ها مبنی بر پاکسازی گروه داعش از ولایت ننگرهار میگوید که حذف داعش از ننگرهار به معنای نابودی این گروه از تمام کشور است. سومین روز کنفرانس ملی زنان نظامی برای صلح و امنیت به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان جهت مبارزه با خشونت علیه زنان با حضور رئیس جمهور غنی، مقامات نهادهای امنیتی و زنان نظامی در وزارت دفاع ملی برگزار شد. رئیس جمهور غنی در این کنفرانس میگوید که همکنون نیروهای امنیتی کشور از حالت تدافعی به حالت تعرضی در آمدند. وی با تاکید بر تامین هرچه بهتر امنیت در سراسر کشور میگوید تمامی زنان نظامی باید فرهنگ خشونت را به صلح تبدیل کنند. جای نهایت افتخار است که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان امروز به صورت واضح از حالت دفاعی به حالت تعرضی تحول نموده. آقوی چه شک درلود چه تاسی دا وطن ساتلیسی بیاد فکرو کی تر چه یو افغانی به دا افغانستان وی او تاسی ساتون کی دا وطن موک چا تا نپریگدو ای موک دا موک ساتلی موک گتلی او موکی پالو. رئیس جمهور غنی همچنان بر حضور پررنگ زنان و افزایش تعداد انقشر در قطعات نیروهای امنیتی کشور تاکید می‌ورزد. وی از مسئولان نهادهای امنیتی نیز می‌خواهد که فضای مناسب را برای بانوان در این نهادها تقویت بخشند. از سوی هم وی با اشاره بر نشر گزارش‌ها مبنی بر پاکسازی گروه داعش از ولایت ننگرهار می‌گوید که حذف داعش از ننگرهار به معنی نابودی این گروه از تمامی کشور است. وی خطاب به نیروهای امنیتی کشور می‌افزاید کاری که بمب‌ها در ننگرهار انجام داده نتوانست نیروهای امنیتی و سایر شهروندان با اراده‌شان انجام دادند. آقا کار سلطنه بمونو نکرل تاسه پولوسی قوت په اراده بانده او په همغږي بانده وکړله. داعش انشاءالله ننګرهار که ختم سوی ټول افغانستان که به افاتیه ټوله نیسو او دوی به گور ته سپارو. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور در این کنفرانس با اشاره بر اهمیت صلح میگوید که ضرورت است تا صلح دائمی و همه شمول باشد. وی تاکید می‌ورزد که صلح همه شمول به زودی برقرار خواهد شد و با حقوق هیچ کس نیز در این صلح معامله نمی‌شود. صلح است چه افغانی ده اسلامی ده او دغه صلح به ان شاء الله تعالی مغزر راولو او په اساسی توګه به راولو زکه داد ولس غوښتنه. اما ضرورت دیده چه دیده پاره ستاتل پای اصول راستی. این در حال است که قرار است نشست بین الافغانی در بیجینگ پایتخت چین برگزار شود و حکومت نیز لیست هیئت اشتراک کننده در نشست را آماده کرده است. لیستی که تاکنون با مخالفت شماری از نهادهای مدنی و برخی از سیاسیون کشور نیز مواجه شده و آنان گفتند افرادی که قرار است در نشست شرکت کنند از مردم افغانستان نمایندگی نمی توانند. محکمه ابتدایی قول اردوی 209 شاهین در نشست علنی سرباز را که در اواخر ماه عقرب امسال قماندان توله ثقیله کندک سوم این قول اردو را کشته بود به اعدام محکوم کرده است. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین گفت که نشست محکمه ابتدایی برای بررسی پرونده قتل اتهام عمدی سید موسی بریدمل توله ثقیله کندک سوم لوای دوم این
این قول اردو روز گذشته برگزار شد. در خبرنامه قول اردوی 209 شاهین که از جریان نشست محکمه ابتدایی به نشر رسیده، سید موسی فرزند سید اکبر متهم شده است که با سلاح دست داشتهش فرمانده توله سقله کندک سوم این قول اردو را با ضرب گلوله کشته و با ضرب گلوله کشته از این محکمه ابتدایی است و طرف های دعوا حق استیناف خواهی دارند. این در حال است که انجام حملات خودی در میان نیروهای امنیتی و دفاعی در این اواخر افزایش نگران کننده ای داشته است. بر اساس یک گزارش بازرس ویژه آمریکا یا سیگر، از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 49 مورد حملات خودی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی به وقوع پیوسته است. با نقل از این گزارش، بیش از 100 تن از نیروهای دولتی در جریان این حملات کشته شدند. شماره از اعضای مشران جرگه پلیس ویژه وزارت امور داخله را در خشونت علیه معترضان انتخاباتی در ولایت بغلان متهم کردند. اعضای مشران جرگه میگویند پلیس ویژه وزارت امور داخله به شکل ظالمانه بر معترضان انتخاباتی در بغلان حمله کرده و آنان را مجبور به ترک دروازه دفتر ولایتی که میسون انتخابات کرده است. اعضای این مجلس میگویند که برخورد پلیس با معترضان انتخاباتی و نفع منافع ملی کشور نیست و جایگاه نیروهای امنیتی را زیر سوال قرار می دهد. اعضای مشران جرگه در جلسه عمومی امروزشان از عملکرد پلیس ویژه وزارت امور داخله نسبت به معترضین انتخاباتی سخت انتقاد کردند. شماری از سناتوران در این مجلس میگویند که پلیس ویژه وزارت امور داخله به شکل ظالمانه بر معترضان انتخاباتی در بغلان حمله کرده و آنان را مجبور به ترک دروازه دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات کرده است. شماری از اعضای مشران جرگه در این مجلس ادعا میکنند که پلیس ویژه وزارت امور داخله روز گذشته بر معترضان انتخاباتی در ولایت بغلان حمله کرده و در برابر آنان از گاز اشکاور و موتر آب پاش استفاده کرده است. و گفته اعضای این مجلس، مردم بغلان در رابطه با شمارش دوباره آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت داشتند و نباید مورد چنین حمله ظالمانه از سوی پلیس قرار می گرفتند. آنان میگویند پلیس مطابق با لایحه وظایف خود حق دخالت در امور سیاسی و انتخاباتی را ندارد. حمله بسیار وحشیانه البته بالای مردم ولایت بغلان صورت گرفت که از گاز اشکاور دهی هوای سرد زمستان از آب سرد بالای مردم استفاده کردند. متاسفانه او در رسانه حضور نداشت، ولی توسط کامرای موبایل فیلم برداری که شده و دوستایی که با ما تماس گرفتن و نگرانی خود روان کردن، واقعا این حمله به حد وحشیانه و شدید بود که ما در فلسطین هم از طرف قوای اسرائیل تو یک حمله را ندیده بودم. امروز فکر کنم پنجم عقرب است و انتخابات افغانستان دو ماه شد و امروز باید ما سالگه تجلیل کنیم از دو ماهگی انتخابات که نتیجهش معلوم نیست. ما همه مردم افغانستان چشم برای نتایج انتخابات است که تا رئیس جمهور کشور هر کدامی هر یکی از کاندیدای محترم که 50% جمعیت آرای مردم افغانستان به دست میاره رئیس جمهور شود. اعضای این مجلس نیز با اشاره به اینکه پلیس حق دخالت در امور سیاسی را ندارد گفت که برخورد پلیس با معترضان انتخاباتی به نفع منافع ملی کشور نیست و جایگاه نیروهای امنیتی را زیر سوال قرار می‌دهد. از سوی هم شمار دیگر از اعضای این مجلس در مورد اظهارات اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی در مورد برخورد نیروهای امنیتی با هر گونه خشونت انتخاباتی را مردود خواند و گفتند مسئولان امنیتی نباید مردم را مجبور کنند که در برابر نیروهای امنیتی بیستند. با این وجود شمار دیگری از اعضای این مجلس تاکید کردند که نتیجه انتخابات باید به صورت شفاف، عادلانه و مطابق با قانون و طرز العمل‌های کمیسیون انتخابات به زودی اعلام شود. ما بسیار متاسف هستم، شرم است به شما که تو میای کنفرانس مطبوعاتی میگیری برای مردم افغانستان اخطار میتی که کسی اگر خلاف چه در قسمت انتخابات چه ما اجازه نمیدیم. تو چه کاره مملکت باشی تو اجازه بیتی یا نتی؟
زمنګ امنیتی ارګان نه باید لکه څنګه زمنګ د هیواد نه دفاع کوي او موږ ټول تقدیرو په عین وخت کې هغه مسائل چې په دیموکراسي پر مربوطی انتخاباتو پر مربوطی زما هیلم داده شي په دې ارتباط باندې خپل کامله به طرفي وساتي ځکه انتخابات د سیاسي یو لوبه ده او دا باید سیاسون حل فصل کړي. اعضای این مجلس تاکید کردند که هر دو کمیسیون باید تلاش کنند تا از بحران انتخاباتی در کشور جلوگیری کنند و گفته این سناتوران انتخابات یک روند سیاسی است و حکومت نباید به اعمال خشونت آمیز و خلاف قانون مبادرت ورزد. انتخابات یک پروسه سیاسی است، یک پروسه حقوقی است و اینا حق مدنی شهروندا است که اعتراضات مدنی خود داشته باشند، با خشونت، با مواردی که قانون منع کرده به او مبادرت نورزند و از حکومت و از نهادهای امنیتی هم خواهش ما است که با این قضیه قانونی برخورد بکنند و از خشونت و از سلاح و از مواردی که مردم متضرر می‌سازد و خلاف قانون است به او متوسل نشوند و از او استفاده نکنند. این در حالی است که دروازه های دفاتر هفت ولایت به دلیل اعتراض در برابر روند بازشماری آرا مسدود است، اما کمیسیون در این مورد خواستار همکاری حکومت شده است. مسئولان امنیتی در ولایت غزنی تایید می‌کنند که امان الله ابراهیمی سرپرست قماندانی پلیس ولسوالی رشیدان این ولایت در نتیجه انفجار یک حلقه ماین کنار جاده کشته شده است. سخنگوی قماندانی پلیس غزنی گفت که سرپرست قماندانی پلیس ولسوالی رشیدان شب گذشته در مربوطات در یک قیاق در ولسوالی جغتوی غزنی کشته شده است و گفته او این رویداد زمان رخ داده است که سرپرست قماندانی پلیس ولسوالی رشیدان از این ولسوالی و طرف شهر غزنی در حرکت بود. او تایید کرد که سه سرباز پلیس دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. تا اکنون شخص و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. در ادامه رویدادهای داخلی آلا هم گزارش از نرخ ارزها و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 78 افغان و 60 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغان و 50 پول، یک یورو 86 افغان و 50 پول، یک درهم مراد 21 افغان و 35 پول، یک ریال سعودی 20 افغان و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغان و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغان و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغان. در خارج از کشور، زمین لرزه با بزرگی 6.4 درجه ریشتر در آلبانی دست کم 6 کشته و حدود 150 مجروح بر جا گذاشت. در اثر این زمین لرزه تعداد از ساختمان ها ویران شدند و ساکنان آن حاضر آوار ماندند. این زمین لرزه صبح امروز شنبه روی داد و کانون آن در 34 کیلومتری شمال غرب ترانا پایتخت آلبانی گزارش شده است. تکانهای ناشی از این زلزله در ایتالیا و صربستان هم احساس شد. کاخ الیزا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که 13 نظامی فرانسوی که در عملیات برخان مشارکت داشتند در اثر برخورد دو هلیکوپتر در مالی جان باختند. عملیات برخان عملیات نظامی ارتش فرانسه در مبارزه با گروه‌های اسلامگرا در منطقه ساحل و صحرای آفریقا است که از سال 2013 میلادی آغاز شده است. بر اساس بیانیه ارتش فرانسه
سربازان فرانسوی بر اثر برخورد دو هلیکوپتر از نو تایگر و کوگار کشته شدند. در بیانیه کاخ الیزا آمده است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمایت و اعتماد کاملش را از نیروهای نظامی فرانسه اعلام کرده است. و عفو بین الملل می گوید که کم از کم 143 تن در اعتراض های اخیر در ایران کشته شدند. این سازمان می گوید که شمار اصلی قربانیان شاید بسیار بیشتر از اینها باشد. پیش از این عفو بین الملل شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را 115 تن گفته بود و گفته این سازمان بیشتر قربانیان با گلوله کشته شدند، اما یک تن در نتیجه گاز اشکاور و یک تن دیگر در نتیجه لتو کوب جان باخته است. ایران اما شمار این اعتراض ها را بسیار کم می دانند. به اندهای ارجمند رسیدیم. به لحظات پایانی این بسته خبری سپاسگزار از این که در این بسته خبری با نگاه بودید. وقت تان خوب، خدا نگهدار.